سلام سلام خدمت همه طرفداران عدالت و رفع تبعیض ویدئوی اخیرا در فضای مجازی از من منتشر شده مربوط به سالهای قبل که میگم که من پول دارم و بچه من غیر انتفاعی میره باید توضیحاتی رو در این زمینه به ملت شریف ایران تقدیم کنم اولا این ویدئو مربوط به سالها قبله و آقای علی زیا میدونست که خانواده من جدا شده و بچه در هزانت من نیست ثانیا من سالها قبل بچه رو به غیر انتفاعی میفرستادم اما واقعیت این است که من پول دارم و الان هم جز طبقه برنده هستم و الان هم امکان گذاشتن بچم رو در مدرسه غیر انتفاعی دارم بچه من مدرسه دولتی میره که کنار بچه های مردم باشه اما واقعیت این است که من جزء طبقه برنده هم و میدونم اگر بچم مرسه غیر انتفاعی نره در حقیقت آینده رو از دست میده عددهای کنکور نشون میده که غیر انتفاعی ها و تیزهوشان که پول پرداخت میکنند برندگان آینده هستند واقعیتش این است که من هم جزء طبقه برنده هستم من هم استاد دانشگاه هم و امکان این که برنده باشن رو دارم ناراحتی من از اینه و فریاد من از اینه که دلیل این که اون کسی که کنار بچه من در مدرسه غیر انتفاعی نمیتونه بشینه و پدرش باید چهار جا کار کنه سه جا کار کنه تا بچهش بتونه کنار بچه من بنشینه چرا داره اتفاق میفته من شرمندم از اینکه جزء طبقه برنده هستم من از موفقیت خودم ناراحتم من مجبورم از رانت آموزشی برای تأمین آینده استفاده کنم اما مخالف وضعیتی هستم که برنده شدن و برنده شدن خودم و فرزندم توش حاصل یک سیستم تبعیز آمیز آموزشیه اوف بر من که آینده رو و بچه ما آینده دار میکنم اما افرادی نمیتونن کنار بچه من بنشینن و آینده داشته باشن